با درود به تمام دوستان، با قسمت 234 برنامه آیا می دانستید در خدمتتونم. آیا می دونستید در سال 2016 یک پرواز به قاهره مصر توسط یک تروریست که یک جلیقه بمبی پوشیده بود رو بوده شد؟ در حالی که همه مسافرها ترسیده بودن، بن اینس 27 ساله اهل بریتانیا از این تروریست درخواست یک عکس سلفی کرد و تروریست هم قبول کرد. بعد معلوم شد که بن میخواست بدون جلیقه اون واقعیه یا الکی، که خوشبختانه الکی بود و او دستگیر شد. آیا میدونید این مرد ملقب به فریبکار بزرگ یک مرد هزار چهره واقعی بوده؟ او طی چندین سال خودش رو جای یک مهندس عمران، یک افسر پلیس، یک وکیل، یک راهب، یک کارشناس مراقبت از کودکان، یک سرزندانبان، یک روانشناس، یک معلم، یک پژوهشگر سرطان، یک دکتر و غیره زد؟ اما شاید بزرگترین جعل هویتی که او کرده بود زمانی بود که به عنوان یک جراح نیروی دریایی در زمان جنگ کره روی یک کشتی جنگی کار کرد. او هیچ دانش پزشکی نداشت، اما او یک حافظه تصویری و عکاسی داشت و تونسته بود کتابهای درسی پزشکی رو حفظ کنه. مچ او بالاخره گرفته شد، اما جالبه بدونید او در طی جنگ موفق به انجام 19 عمل جراحی موفق شد. آیا می دونستید این خانوم به 141,078 سال زندان محکوم شد؟ این طولانی ترین حکم زندانی که تا به حال صادر شده. نام ایشون چاموی تیپیاسوه و طی یک کلاهبرداری هرمی در طول 20 سال ایشون 300 میلیون دلار کلاهبرداری کرد. به خاطر نزدیکی او به ارتش تایلند و چند شرکت نفتی، 16,000 تایلندی سرمایه های زندگیشون رو به او دادن. اما در نهایت او دستگیر شد و قاضی او را به بیش از 140,000 سال زندان محکوم کرد. اما باورش سخته، اما طبق قانون تایلند حد اکثر حبس فقط 20 ساله و همون سال اول زمان حبس او دوبار کاهش یافت و او بعد از فقط 4 سال در سال 1993 آزاد شد. آیا می دونستید در سال 2011 دانشمندان یک گونه منحصر به فرد از قارچ رو کشف کردند که در جنگل‌های بارونی بورنئو زندگی می‌کنه؟ جالب اینجا بود که این قارچ‌ها یه جورای شبیه اسفنج‌های کوچیک و نارنجی بودن. برعکس بسیاری از قارچ‌های دیگه، شما می‌تونید بعد از خیس کردنش مثل یک اسفنج او رو بچلونید و بعد از چلوندنش این قارچ دوباره به شکل قبلیش برمی‌گرده. دکتر دنیس دسجاردین کاشف این قارچ بود و تصمیم گرفت نام او رو باب اسفنجی شلوار مکعبی بذاره. اما زمانی که او سعی کرد یافته‌های خودش رو در مجله تحقیقاتی مایکولوژی منتشر کنه، سردبیر مجله اجازه نداد، چون گفت نام این قارچ حرفه‌ای نیست. با این حال دکتر دنیس زیر بار نرفت و گفت چون من این رو کشف کردم میتونم هر اسمی رو که بخوام روش بذارم. مجله مایکولوژیا بالاخره قبول کرد و نام این قارچ هنوز که هنوزه اسپانجی فورما اسکواپنسیه. آیا میدونید نام این گربه نالاه و صفحه اینستاگرامیش با بیش از 4.5 میلیون نفر پر دنبال کننده ترین صفحه گربه‌ای شبکه‌های اجتماعیه؟ البته پردنبال کننده ترین صفحه اینستاگرامی حیوانی متعلق به این سگه به نام جیف پام با بیش از 9,300,000 دنبال کننده. آیا می دونستید که پرچم کنونی دانمارک در سال 1219 میلادی طراحی شد و از همون سال هم مورد استفاده کشور در اومده؟ و یا اینکه با بیش از 12 میلیون جمعیت خوک‌ها، بیش از دو برابر جمعیت 5,900,000 نفری دانمارکه؟
آیا میدونید خانم الا هارپر از یک مریضی بسیار نادر به نام عقب زدگی زانو یا جنیو ریکر واتم رنج میبرد؟ مریضی که سبب میشد زانوی یک فرد به عقب خم بشه؟ این خانم که در سال 1870 میلادی و در آمریکا به دنیا اومد، در یک سیرک شروع به کار کرد و درآمد او در آن زمان هفته‌ای 200 دلار بود که به نرخ امروز میشه هفته 6500 دلار یا همون ماهی 26000 دلار. الا هارپر به خاطر ساختار زانوهاش میگفت راه رفتن روی چهار دست و پا براش آسون‌تره و برای همین بود که به او لقب دختر شتری رو دادن. او در سال 1921 و در سن 51 سالگی درگذشت. آیا میدونستید اولین تیزر تبلیغاتی بازی ویدیویی GTA 6 یک رکورد جدید رو به ثبت رسوند؟ این تیزر تبلیغاتی در ظرف 24 ساعت اولش در یوتیوب 93 میلیون بار بازدید داشت. یه سوال داشتم، کی اینجا اهل GTAه؟ من که خودم به شخصه عاشق بازی‌های GTA و Red Dead Redemptionم. جالبه بدونید GTA 6 قرار سال 2025 منتشر بشه. آیا میدونید تویوتای کورولا پرفروش‌ترین خودروی تاریخه و تا به امروز بیش از 50 میلیون کورولا در جهان به فروش رسیده؟ جالبه بدونید رتبه دوم با بیش از 45 میلیون وانتای سری اف فورده و رتبه سوم با بیش از 36 میلیون فولکس واگن گلفه. راستی خودروی مورد علاقه شما چیه؟ آیا میدونستید این قدیمی ترین چرخ در جهانه؟ این چرخ در سال 2002 و در 20 کیلومتری شهر لیوبلیانا پایتخت اسلوونی و در یک تالاب کشف شد و هم اکنون از اون در موزه شهر نگهداری میشه. با استفاده از تاریخ گذاری رادیو کربن، عمر این چرخ بین 5100 تا 5350 سال تخمین زده شده. آیا میدونید که پنگوئن‌ها دچار افسردگی میشن؟ اونا وقتی دچار افسردگی میشن از گروه خودشون جدا میشن و انقدر راه میرن تا بمیرن. آیا میدونید سرعت بال زدن حشرات بسیار عجیبه؟ در هر ثانیه مگس 350 بار، زنبور عسل 450 بار و پشه 600 بار بال میزنه. حالا جالبه بدونید که ملخ یک هواپیمای معمولی در هر ثانیه به طور متوسط تنها 30-40 بار دور میزنه. و در آخر، آیا میدونستید با 2 تا 2.5 گرم وزن و 29 تا 34 میلیمتر قد، خفاش خوکبینی یا خفاش زنبور مخملی نه تنها کوچکترین گونه خفاشه بلکه کوچکترین گونه پستانداران نیز به حساب میاد؟ خب اینم قسمت 234 برنامه ی آیه میدانستید بود. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. لایک ویدیو یادتون نره و در آخر و مثل همیشه زنده باد انسانیت.